دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. هموطنان عزیز و دوست‌داشتنی من سلام، من دکتر قیس نکزاد هستم. وطنداران عزیزم برها سوالای مختلف به فیسبوک به ما ارسال کرده بودین که در مورد تشوشاتی که در قسمت دستا و پایای مریضای شکر ایجاد میشه و در سیر از این مریضای شکر مشکل میداشته باشه به شما معلومات رای کنم. ببینین، وقتی یک فرد شکر میداشته باشه و شکرش به صورت درست کنترل نشه، امکان داره در سیر از این اکسسل اختلاطات پیش مریضا به وجود بیاید. در مورد از این که اگر شکر کنترل نشه چه اختلاطات پیش مریضا تحسس میکنه، این در سگمنت های قبلی شما مشاهده کردیم. حالا 50% مریضای دیابت امکان دارد در صورتی که شکر به صورت درست در نزدشان کنترل نشه، یکی از اختلالاتی که پیش از اینا به وجود میآید عبارت از دیابتیک نیوروپاتیز هست، یعنی تشوشات عصبی در سیر مرض شکر. وقتی ما در مورد تشوشات عصبی در مریضای شکر صحبت میکنیم، هدف ما چی هست؟ چی را میخواییم بیان کنیم؟ شما ایده باشین، اکثر مریضای شکر میگه دکتر صاحب دست و پایم سوزن، اگه زدن قرختی داره، پایم تو یخ میکنه که اگر بهتر مثال در بخاری هم داخلش کنم گرم نمیاید، پایم تو بهتر مثال داغ میاید که همی هاوام پرتی هرگ پم پرتی بهتر مثال هیچ یخ نمیکنه، به شب واده خواه میکنم پایم از کمپل بیرون میکشم. دکتر صاحب از جایم که میخینم سرم چرخ میخوره، وقتی که نان میخورم عرق میکنم، یا یکی بهتر مثال جای باخیستن یک دفعه از جای خود سرم گیچ میشه، سرچرخی برم پیدا میشه، فشارم یک دفعه بالا میره یک دفعه پایان میره، ادرار خود گرفتن نمیتونه، یا برعکس ادرارم بند میمونه، یا یکی مثلا یک دفعه فشار است یک دفعه قبضیت، اینا میا کلش از جمله اختلالات دیابتیس یا شکر هست. اگر یک فرد شکر داشت و درست کنترل نکرد، سعی که جمله رو چند دفعه تکرار میکنم، به خاطر که اینال یک نفر مضر و زیر بتر مثال پست مو کامنت میده و میگه که کل مریضای شکر ترسانده و خوار گلم از برای خود ما کیره ترسانده. ما خب بیان میکنم که اگر کنترل نشه، یعنی من که شکر پیدا کردم و شاید هم بکنم به خاطر که فامیلی هستوری یا تاریخچه فامیلی دیابت ما دارم و طبابت خود میفهمین که در افغانستان مملو از استرس است. استرس وقتی که بلند بود کورتیزول بلند است، که باز کورتیزول چی میکنه ایره دکتر صاحب هم میفهمه. خب اگر من شکر پیدا کنم و ما او را درست مورد منجمنت قرار نتم و درست مدیریت نکنم و توجه برش نداشته باشم و قند خون خود در شکم گشنه و در شکم سیر و به طرم سال HbA1c خود به شکل میاری و قابل قبول مورد مدیریت قرار ندم، طبیعی که شما اختلالات به وجود میاد. بنابراین اگر یک فرد دیابت داشت و درست کنترل نکرد، پیش از این اکثر تشوشات عصبی به وجود میاد. وقتی ما در مورد تشوشات عصبی دیابت صحبت میکنیم، میره در ابتدا به صورت عموم به دو کاتگوری تصنیف بندی میکنن. رفرنس ما فعلا چی هست؟ کتاب کرن 2020، کتاب هریسن ادیشن 20 و RCCDI که کتاب تکست بوک دیابت ایندیز. وقتی ما در مورد نیوروپاتی در مرض شکر صحبت میکنیم یا تشوشات عصبی در مریضای شکر، در ابتدا ایره در به دو کاتگوری تصنیف بندی میکنن. پرفرال نیوروپاتیز، اتونومیک نیوروپاتیز. تشوشات عصبی که در سیر اعصاب محیطی به وجود میاد، تشوشات عصبی که در سیر اعصاب خودکار به وجود میاد. تشوشات عصبی که در سیر اعصاب محیطی در نزد مریض دیابتی ایجاد میشه، ای باز هم در ابتدا به دو بخش تصنیف بندی میشه. Diastole Symmetric Polyneuropathies. Diastole یعنی به این مفهوم که قسمت های بعیده، قسمت های دور تنه به اینجا. سیمتریک متناظر، هر دو طرف. پولی نوروپاتیس یعنی که به طور مثال رشته های عصبی را، چندین رشته عصبی را معاف کرده. اکثر اوقاتی تشوش در قسمت هایی که مریضا دستکش می پوشه و در قسمت هایی که جراب می پوشه، این قسمت ها پیدا می شه. در ابتدا مریض امکان داره که درد را حس نکنه. مریض شکر قدم زده در خانه خود، پایش میخ در پایش در آمده، دو ماه بعد خبر شده. در تخت منقل در زمستان پاش میخوره، خبرام نشده، به توجه برش نمیکنه. یکان فرد مثلا میگه که دکتر صاحب در باره هرچی چرا معلومات میتی؟ از خاطر معلومات میتونم عزیز دل که امروز در افغانستان ما در جامعه زندگی میکنیم که مریض دیابت بلوز دیابتیکو رو ما کتی قیچی میبره، کتی پایی که مثلا زخم است یک عالم چرک از ایش سر کده رایست، کتی بوت کثیف خود در جامعه قدم زده میره.
آقایی را مک بلند نبره آخه کی ببره؟ بنابراین مریض دیابت باید بدونه که پای خود چه رقم محافظت کنه. اگر بعض چپن سفیده از یه حرف ما خوش نمیشه، هموطنهایی که اهل مسلک طب نیستن شاید خوش شد. بنابراین مریضایی که دیابت داره امکان داره در سیر تشوش عصب محیطی که در دست و پای از اینا در نواحی که جدا با و دستکش پوشیده میشه ایجاد شد که در مرحله ابتدایی مریضا امکان داره درد را حس نکنه. در ابتدا این موضوع به شکل حسی است، یعنی سنسوری دیسفانکشن پیش مریضا ایجاد میشه، حسیت نمیداشته باشه. اساس امکان داره که تشوشات حرکی پیش مریض ایجاد شود و در سیر تشوشات حرکی ازلی بعض اوقات شکل پای مریضا یک شکل مشخص را برای خود میگیره که به نام کلاوینگ فوت میگه. کلاوینگ فوت باعث ایجاد شارکوت آرتروپاتی میشه و در نهایت سوی شکل در پای مریض ایجاد میکنه. مریض شکرن تو پایش این شکل خود به خود میگیره. وقتی پای به این شکل گرفت از یک طرف فشار زیاد میشه، از یک طرف فشار دیگه کتی بود زیاد میشه، از یک سو فشار که در قف پای میاد زیاد میشه و میخاطر مریض ببینی که پایش ضربه نخورده ولی بازم زخم میسازه و میخاطر یکی از علتهای کلان نان تروماتیک امپوتیشن را در سراسر دنیا دیابت تشکیل میده، پای ضربه نخورده ولی کاندید به قطع شدن میشه. نقطه دیگه که میخوایم بیان کنم، بعض اوقات امکان داره نیوروپاتیس یا پروفایل نیوروپاتیس یا تشوشات عصبی محیطی به شکل برعکس تحسس کنه. مریض مثلا حسیتش فوق العاده زیاد بشه، اندکترین تماس که در پایش زده میشه فغان میشه، بلند میشه، بسیار پای داغ بیاید، برعکس پای بسیار سرد شوه، پای بسیار احساس سوزنک زدن قرختی داشته باشه، فکر میکنم که میگه در زیر پایم چیز را میره، یا فکر میکنم که پایم ریگک ریگک میشه. اینه میگه کلش تظاهرات پرفیرل نیروپاتیس هست، باستال سیمتریک پرفیرل نیروپاتیس که در نواهی گفتم که دستا و نواهی پاها پیش مریضا وجود میاد و اکثر اوقات به شکل متناظر میباشه. دوم نوه نیروپاتی اعصاب های محیطی که وجود داره عبارت از isolated diabetic neuropathies به شکل انفرادی. اکثر اوقات isolated diabetic neuropathy امکان داره که در سیر رشته های قحفی تحسس کنه، از واج قحفی، مثلا ما شما فشل نرف داریم، مثلا ما شما گلاس و فرنجل نرف داریم، مثلا ما شما افتالمیک نرف داریم، آپتیک نرف داریم، مثلا ما شما به طور مثال الفاکتوری نرف داریم. اینا همش از واج قحفی است که بینایی ما شما را رول داره، در حرکت دادن به طور مثال زبان ما شما رول داره، در حسیت علاش بالا رول داره، در حسیت علاش پایان رول داره، در به طور مثال حرکات چشم رول داره. اینا همش وظیفه مشخص رو جا میکنن و بعض اوقات امکان داره نیروپاتی محیطی در شهر از اینمی ها وجود بیاید. مثلا مریض ببینه که یک دفعه دوبینی در چشمش پیدا شد، شکر داره، دوبینی در چشمش پیدا شد، دوپلوپیا پیدا کرد، شکر داره، یک دفعه فشل نرف پالالایز پیش ایجاد میشه، یک طرف فلج میشه بدون از اینکه استروک زده باشه، بدون اینکه بتونه مثلا اسپسیکوپایلیژن داشته باشه، بدون از اینکه بلز پالسی داشته باشه، یک دفعه فلج و چی بتونه سال در روش تاسیس میکنه. ای اکثر اوقات امکان داره که یک رشته اعصاب رو موف کنه یا بعض اوقات امکان داره به شکل ملتیپلکس باشه، یعنی چندین جای رو موف کنه. زیادترین رشته عصبی که به شکل انفرادی امکان داره در سر دیابت موف شوه از واج قحفی است و رشته عصبی که در قسمت اعصاب فیمورال است، اعصاب فیمورال یعنی رشته عصبی فیمورال که در قسمت فخذ است و قسمت های مختلف بدن اینرویشن و تعصیب میکنه، دیگه امکان داره پیش مریض ایجاد شوه. خب نوع دوم اختلالاتی که در سیر اعصاب خودکار پیش مریض ایجاد میشه به نام اتونومیک نیوروپاتی میگن. اتونومیک نیوروپاتی در کل سیستم های حشوی مریض را در دیسفانکشن یا تشوش ایجاد میکنه، مثلا در سیستم قلبی مریض، مثلا در سیستم فشار مریض، مثلا ندبز مریض، مثلا در سیستم هاضمه مریض، مثلا در سیستم جنسی مریض، مثلا در سیستم بولی مریض. مریض شکر ببینی که ادرار خود کنترل کردن نمیتونه، میگه تو تشناب که میرم تو بانم تر میشه، یا برعکس بعض اوقات امکان داره پیک مریض یورین ریتنشن تحسس کنه، احتباس ادرار، 4 روز است که مریض به خاطر رفع حاجت تشناب رفته نتونسته. مریض امکان داره که با خوردن کمترین غذا شکمش باد پیدا کنه، یک دفعه ایصال شه، یک دفعه قبض شه، دلجوشی داشته باشه، آرخشتش کرتیزاب بالا بیاید، هضمش خراب باشه. مریض دیابت امکان داره در جریان مقاربت جنسی یا سیستم تناسلی خود هیچ استاد کرده نتونه و یکی استاد کنه و رو در حالت استاده نگاه نتونه. 6 سال است که مثلا شکر داره، هیچ پشتش نگشته و مجرد که مشکل نوز پیدا کرد پیش دکتر میره.
در افغانستان خود توجه به اونم سیستم میده که خوردن است و اصلا توجه به سیستم جنسی تمرکز بیش از حد داره. قلب مریض سپرنگ افتاده در قصیش نیست و مجرد که یک مشکل جنسی پیدا میکنه میبینی که پیش دکتر میاد. هر قدر که ما میگیم که این حیاتی برات میگه خیر است و مثلا دکتر سیبا میکنه موضوع زود دیگه برای ما مهم است، ولی نمیفهم که ما حکم ازی چپن بر ما است که مریض اگه تاکید کنه نکنه ما و کار مسلکی خودم میکنه، چیزی که بر مریض اعظمی ترین نفر از لحاظ سیب رسانه نه چیزهای حوثیش. در پلوی زو مریض دیابت ببینی که بهتر مثال از جای خود میخواد سرش چرخ میخوره، مریض دیابت ببینی که ضربان قلبش بهتر مثال زیاد میبرشه. اینا همش تشوشات هست که در سیر اتنومیک نیوروپاتیس یا تشوشات عصبی در سیر شکر پیش مریض بوجود میاره. رای هل چیز باید در ابتدا شکر درست کنترل شود، سپورت مریض کنه، منظم فعالیت فیزیکی داشته باشه، رژیم غذایی خود منظم مراحت کنه، دوار زیر نظر دکتر بگیره، با دکتر مشوری نزدیک داشته باشه، دست و پای خود ارزیابی کنه، کدام جای کدام اولا نزده باشه، خراشیدگی نشده باشه، بوتایش تنگ نباشه، گوری بوتش مثلا بلند نباشه، بوتایش قفت قفت نباشه، جرابای تنگ نپوشه، هر رقم بنداشه در پای خود کش نکنه، نزدیک بخاری و صندلی استراحت نکنه و اندکترین مشکل پیدا کرد پیش دکتر بره و هر اختلاط تداوی علایده داره. مثلا دیابتیک دیسپپسیا سوی هاضمه که از باعث شکر در سیستم هاضمه ایجاد میشه تداوی علایده کار داره، از تداوی ریترومایسین تا دومپریدن تا بتر مثال سلپراید گرفته تا به احتمامات دیگه فرق میکنه. اگر پیش مریض بتر مثال کدام آفت مانند عدم کنترل ادرار ایجاد شده باشه، از تداوی با بتر مثال یک ترایسیکلیک انتی دپرسان گرفته تا به سولفیناسین تا به بتر مثال اکسیبیوتینین فرق میکنه، اگر مریض ادرار خود کنترل کرده نتونه تا به اروی بیتانیکول گرفته و سایر احتمالات فرق میکنه، اگر مریض بتر مثال یک دیسفانکشن ایجاد شده باشه از یک تداوی با فاسفودیسترات 5 انهیبیتور گرفته تا به واکیوم فرق میکنه تا به بتر مثال پینال ترانسپلانتیشن فرق میکنه. یعنی این اصطلاحات هست که هر کدامش اصطلاح طبی است و نظر به احتمالات بر مریض دوا توصیه میشه، چه احتمامات دوایی باشه چه غیر دوایی. بعضی کسا در چنل یوتیوب اعتراض گونه بیان کرده بودن که تداوی را به دکتر سیب نمیگی، هموطن گلم حال مثلا فاسفودیسترات 5 انهیبیتور این چیزی نیست که مثلا ما بر شما بگویم از فاصله دور اینی دوا را بخورین، حال ما نمیتونیم قانون فتوار حالا برای همه تطبیق کنیم. سردردی مثلا 50 علت داره، هر تداوی سردردی پاراستامول نیست، سردردی که در سیر بلند بودن قند خون ایجاد شده باشه تداویش است که شکر را کنترل کنه، سردردی که در سر فشار بلند ایجاد شده باشه تداویش هیچ فشار رو کنترل کن، سردردی که در سر گاز گرفتگی ایجاد شده باشه تداویش اکسیژن است. هر سردردی تداویش پاراستامول نیست که ما دور بگویم هر کس که سردرد شدی پاراستامول بگیره، این گپا رو به طرح مثال تیر شد خلاص شد. پس به می خاطر ابتدا اندرلاین کاست تثبیت و به اساس به طرح مثال اندرلاین کاست و عامل مرض بر مریض اهتمامات توصیه میشه. شرکت سازی ویدیو فراموشتان نشه.